هنگامی که پاکت را باز کرد معلوم شد که درون آن گزارش فرماندار قزوین است که متن گزارش چنین بود: طبق گزارشی که به وسیله ماموران اطلاعاتی به بنده رسیده، انجمن تبریز چنین تصمیم گرفته: اگر اعلی حضرت همایونی قانون مشروطیت را تایید نفرمایند، آن وقت یاغیان خودشان در آذربایجان مجلسی تشکیل می‌دهند و قصد دارند که این استان را از ایران جدا کنند. این گزارش با صدای بلند خوانده شد و آنگاه عضدالملک با ریشخند به صدر اعظم رو کرد و گفت: حالا چه می‌گویی؟ امین‌السلطان پیش خود اندیشید که بهتر از خاموش بماند. بزرگ خاندان قاجار نظرش را با این شهر برای شاه تشریح کرد: اعلی حضرت، اگر این خدمتگزار وفادار را شایسته اظهار نظر بدانید، بنده عرایزم را به عرض می رسانم. با در نظر گرفتن این گزارش ناپسند و حتی آشوب در جلوی مجلس، برای اعلی حضرت بایسته است که گذشته هایی در این باره روا دارند. بزرگ دودمان قاجار در حالی که این سخنان را می گفت، همان گونه که روی مبل نشسته بود سر را فرود آورد. شاه کمی اندیشید و سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و گفت: ما نظر صدر اعظم را تایید می کنیم، چون او درست‌تر می اندیشد. نباید به این زودی ها گذشت کرد. اگر ما در برابر این هوچی ها نرمش بیش از اندازه ای داشته باشیم، فردا جری تر می شوند و درخواست های گستاخانه تری را از ما می خواهند. با این همه از آن سو شاه گفته ی خود را پایان نداد و به صاف کردن سبیل هایش سرگرم شد. او همانند همه ی خودکامگان در پندارش ناپایدار بود و بیشتر عقیده اش را عوض می کرد. در این لحظه مردم خشمگین را در جلوی چشمش مجسم می کرد که فریاد می زدند و دولت را تهدید می کردند. همچنین قصد تبریزی ها را که می خواستند آذربایجان را مستقل اعلام کنند در نظر آورد و همه این رویدادها در فرمان روای ایران دودلی و بی ارادگی پدید می آورد. شاه زیر لبش می گفت: شورش تبریز، نمایندگان مجلس اینجا، اینها همه یک چیز می‌خواهند. ممکن است نسبت به بعضی از خواسته‌های بی اهمیت آنها گذشت نشان داد و آنها را راضی کرد. پس از آنکه این هوچی‌ها را آرام کردیم، باید به سرکوبی رهبرانشان ستار و باقر بپردازیم. در یک بار دیگر باز شد و پیش خدمت پدیدار گردید. از نگاه آرامش چنین برمی‌آید که 10 دقیقه گذشته و موعد تعیین شده برای ملاقات نمایندگان با شاه سر آمده. شاه فرمان داد: بگویید بیایند داخل. عبدالله بهبهانی سال خورده و تندرست، هنگامی که اجازه دریافت کرد، دست به ریشش کشید و با گام‌های سنگین و آرام وارد تالار شد. دنبال او سلیمان میرزا با چهره آرام و لاغر و چشمان نافذش روان بود. آیا واقعا چه انگیزه ای این دو مرد کاملا متضاد و متفاوت را به هم پیوند داد تا با هم مأموریت غیرعادی انجام دهند و زادروز شاه را از سوی نمایندگان مجلس تبریک بگویند؟ راست است که این نمایندگان از شاه درخواست هایی داشتند با این همه سرشت رعیت منشی ایجاب می کرد که اینها برای تبریک در کاخ از شاه دیدن کنند. برای اینکه این واقعیت شگفت آور توجیه شود، توضیح مطلبی ضرورت دارد.
سید عبدالله بهبهانی که روحانی بود نمیتوانست مانند نمایندگان دیگر در مجلس فعالیت کند. آخر در مجلس بیشتر گفتگوهای داغ مشاجراتی در میگرفت و مخالفان ضمن گفتگو به یکدیگر میتاختند و حتی از ناسزاگویی به یکدیگر دریغ نداشتند. به این ترتیب چگونه ممکن بود که آیت الله که مورد ستایش مؤمنین بود در این گفتگوها شرکت کند و احیانا نظرش رد گردد؟ اگر چون این کاری انجام می گرفت توهین به مقدسات اسلامی تلقی می شد. بنابراین سید عبدالله بهبهانی و همقطارش آقا سید محمد طباطبایی بهتر دانستند که به ملاحظات تاکتیکی از شرکت مستقیم در گفتگوهای تند و داغ سیاسی که در مجلس تهران در می گرفت خود را کنار بکشند. اما اینان در تمامی جلسات مجلس حضور می‌یافتند و همراه با مجتهدان دیگر به سود این یا آن دسته از نمایندگان اعمال نفوذ می‌کردند. در آغاز جنبش مشروطیت ایران سید عبدالله بهبهانی به نمایندگی از سوی مؤمنین ساده ایرانی و به سود آنها در برابر قدرت دولت فعالانه وارد عمل شد و در سایه این فعالیتش اعتبار فراوانی در میان مردم پیدا کرد. اما هنگامی که پیکار انقلابی اوج گرفت سید عبدالله بهبهانی و به طور کلی بیشتر روحانیون بلندپایه رفته رفته به مردم پشت می کردن و به سوی شاه گرایش بیشتری می یافتند. در این حال این سید نمی توانست که یک بار پیوندش را با عناصر پیشرفته انقلابی جدا کند چون نفوذ و اعتبارش را در میان مردم از دست می داد. این مجتهد محترم گاه و بیگاه به دولت یادآوری می‌کرد که قوانین شریعت را رعایت کنند و در این باره از عمال دولت انتقاد می‌کرد. این عملش در نظر مردم سید را مانند پیش مخالف دولت می‌نمایاند. راست و پوسکنده اگر بگوییم وضع سیاسیش روز به روز ناپایدارتر می شد و شاه که اصلاً برای او احترامی قائل نبود مردم ساده دل هم که بی خاصیتی اقدامات این آیت الله را محترم می دیدن کم کم از او قطع امید کردند. اما چه انگیزه ای سلیمان میرزای دموکرات را که از فعالترین نمایندگان مجلس بود وادار نمود تا همراه سید عبدالله به این مأموریت مشکوک بپردازد. سلیمان میرزا شخصیت سیاسی بسیار آزموده ای بود. شرکت او در این مأموریت مجهول و بی‌معنی بعید به نظر می رسید اما نباید در این باره او را سرزنش کرد. در واقع وی می‌خواست دریابد که سید عبدالله چگونه با شاه برخورد می‌کند. آیا در این مجتهد اثری از ملت دوستی پیشینش باقی مانده؟ علاوه بر این می‌خواست اگر سید در این ملاقات قصد دارد به مصالح مجلس خیانت کند جلویش را بگیرد. نمایندگان مانند یک هیئت نمایندگی دولتی با برازندگی وارد تالار گردیدند و تعظیم ملایمی کردند. شاه فقط با تکان دادن سر به آنها جواب داد و اشاره کرد که بنشینند. شاه با آهنگ ملاطفت‌آمیز دروغین ریشخندآمیزی رو به سید عبدالله کرد و گفت: شما آقایان به این سن و سالتان نیروی فراوانی برای فعالیت‌های سودمند اجتماعی به کار برده اید، باید خسته شده باشید، چون این نیست. مجتهد دستی به ریشش کشید و بدون اینکه از جا به پا خیزد گفت: قربانت گردم، آری اعتراف میکنم زمان پیرم کرده. شاه با آشفتگی و ریشخنده آشکار اعتراض کرد: آی آی، خدمت به رعایای من، انشاءالله شما را جوان نگاه میدارد. وسوسه یه سخنگویی در مجتهد بیدار شد و به آرامی گفت: اعلی حضرتا، شما درباره جوانی معنوی من فرمودید، چرا رعایای شما که همه فرمانبردار و ساده دل هستند و همیشه به شاه دادگستر وفادارند ساده بگوییم، چرا اینها خوشبخت نیستند؟ و به شاه فرصت نداد تا جواب دهد و به گفتارش ادامه داد: حال که اعلی حضرت اجازه فرموده ان ما دو نفر از سوی نمایندگان مجلس به حضورتان شرفیاب شویم و تبریک زادروز تاریخی ذات مبارک را بگوییم، استدعایی داریم.
استدعا می کنیم به درخواست های ساده رعایای فرمان بردارتان توجه فرمایید. شاه با ناشکیبایی منتظر همین لحظه بود پیش خود اندیشید. این پیرمرد ریاکار دیگر چه حقی سوار کرده؟ شاهنشاه اسلام پناه روی در هم کشید، با این همه باریخت ملاتفت‌آمیزی اجازه داد که به گفتارش ادامه دهد. همکنون سید بپا خواست تا به تقریر درخواستهایش بپردازد. ما از بازگویی مقدمه مفصل و پراب و تاب ایشان صرف نظر می کنیم و تنها اصل درخواست ایشان را اینجا می آوریم. مجتهد گفت: مردم ایران سخت خواهانند که اعلی حضرت همایونی این خواسته هایشان را تصویب فرمایند. نخست قانون اساسی را تصویب و حکومت مشروطه را عملا در تمام ایران برقرار فرمایند. دوم آنکه به جنایات سهمگینی که رحیم خان خدا نشناس مرتکب شده توجه فرمایند و این مرتد را بیدرنگ بازداشت و از خدمات دولتی برکنار کنند. دست پسر گناهکارش را هم از سر مردم کوتاه نمایند و سرانجام اعلی حضرت امر فرمایند که از بازداشت و تعقیب بیرحمانه شیفتگان آزادی در بیشتر مناطق به ویژه استان آذربایجان خودداری شود. از جنگ برادرکشی که باعث ریخته شدن خون مؤمنان می‌گردد جلوگیری به عمل آید. شاه این سخنان را شنید و پیش خود اندیشید: تصویب قانون اساسی این چیز تازه‌ای نیست. سید عبدالله هم اکنون این موضوع را مطرح کرده تا اعتبار نااستوارش را در میان مردم توان بخشد. کیفر رحیم خان، راستی شاید این کار عاقلانه ای باشد. این فئودال دسته ای مسلح را پیرامون خود گرد آورده و به غارت و چپاول مردم می پردازد. اگر او را به جای خود بنشانیم، رعیت از ما سپاسگزار خواهند بود. چشم پوشیدن از تعقیب آزادی خواهان، دوباره همان آش و همان کاسه. گویا این مجتهد محترم دلسوزی و غمخاری آشوبگران را ضروری میپندارد، درست به آن میماند که برای تندرستی کفار دعا کند. اما با همه اینها سید عبدالله برای حفظ موقعیت خودش ناچار است پایه‌های تخت سلطنت را استوار کند. ما و او به هم پیوسته ایم، اگرچه ما با این سید مخالفیم، اما چرا از اندرس‌های سودمندش بهره نبریم؟ پس از آن محمد علی شاه نگاه خود را متوجه نماینده دوم کرد تا ببیند که او چه میگوید. اما سلیمان میرزا خاموشی گزید، چهره خونسرد و خشکش نفوذ ناپذیر بود. وی فقط به همین اکتفا کرد که هنگام سخن گفتن سید عبدالله نگاهش را از چهره اش دور نکند. خب سرانجام شاه بایستی جوابی به آقایان نمایندگان دهد و سپس گفت: آقا، خواسته مردم همان خواسته ماست. شما بسیار زحمت کشیدید به کاخ تشریف آوردید، اما این زحمات شما بسیار پربهاست. این خواسته مردم و مجلس که شما به زبان آوردید بسیار خردمندانه و درست است. نسبت به تبریکی که شما به مناسبت زادروز ما گفتید، از همه نمایندگان خردمند مجلس که در میان رعایای وفادار ما برگزیده شده اند سپاسگزارم. آقای محترم، من باید به گفته های شما این جمله را بیفزایم: آنچرا که ایرانیان وطن پرست می خواهند ما با کمال میل انجام می دهیم. ما همیشه آماده ایم تا خواسته های رعایای من را اجابت کنیم. شاه نفسی تازه کرد و چهره های نمایندگان مجلس را ورانداز کرد. چهره سید عبدالله خوشنود می نمایان و به نظر می رسید او جز این انتظار دیگری از شاه نداشت. سیمای سلیمان میرزا مانند گذشته خونسرد و بی‌اعتنا و کمی خصمانه نشان می‌داد و برای او مهم این بود که فقط در این گفتگو حضور داشته باشد. محمد علی شاه نفس آسوده ای کشید و گفت: باید گفتگو پایان یافته باشد. به امین السلطان رو کرد و گفت: این اراده من است.
صدر اعظم بدون اینکه سخنی بگوید سر را فرود آورد و چهره مشاوران دیگر شاه آنچنان می نمایان که گویا از خرسندی اعلی حضرت به شگفت آمده بودند. فرستادگان مجلس که مأموریت خود را انجام داده بودند اجازه مرخصی خواستند و مرخص شدند. شاه می توانست از خودش خوشنود باشد چون امروز توانسته بود به تنهایی تصمیم بگیرد و کمترین گونه روی می داد و این بار او کوشش کرد که به گفته هایش عمل کند. بیدرنگ دولت فرمانی که ضمن آن ریاکارانه از مردم دلسوزی می شد صادر کرد. رحیم خان به گونه ای آبرومندانه بازداشت شد و پسرش به بهانه ای که به او بر نخورد موقتاً از کارش برکنار گردید. اما درباره تصویب قانون اساسی و چشم‌پوشی از تعقیب آزادی خواهان چطور؟ فعلا نباید شتاب کرد. سخن کوتاه، نیت شاه از همان آغاز آشکار بود و بایستی با سختی هرچه بیشتر انقلاب را در تهران و آذربایجان سرکوب می کرد. محمد علی شاه امین السلطان صدر اعظم را به کاخ شمسل امار فراخان و در تالار منتظر وی بود. پنجره های تالار به باغ میوه پهناوری باز می شدند که در حاشیه آن درخت های چنار کهنی رسته بودند. تالار را آراسته و در آن چیزهای زیبا و گرانبهایی گذاشته بودند و همه این چیزها نایاب یا یادگار رویدادهای تاریخی بودند. تختی زرین در این تالار دیده می شد و این تخت را زمانی نادرشاه از هندوستان آورده بود. قالی های بسیار زیبا و گرانبهایی در کف تالار گسترده شده بودند که این قالی ها یادگار زمانی بودند که کریم خان زند از زور خشم آقا محمد خان سردودمان قاجار را زخمی کرده بود. پرده های سنگین مخملی زمان شاهان صفوی به درها و پنجره ها آویزان شده بودند. محمد علی شاه روی تخت نشست و صدر اعظم ایران طبق معمول دوبار تعظیم کرد. به دستور شاه وی روی دوشکچه پری با روپوش مخمل کاشان که در کنار پایی تخت شاه گسترده شده بود نشست. کلاهش نوک باریک از پوست بخارا بود و درست به کله قند میمانست. به نظر می آمد این کلاه برای گردن باریک و چین خورده امین گران بود و به سرش سنگینی می کرد، اما با این همه او با استواری پایداری می کرد و سرش را بالا نگاه می داشت. اما شاه جامعی از ماهوت سفید مانند برف به تن داشت. نشان روی کلاه پوستینش با الماسی بزرگ و درخشان آراسته شده بود به گونه ای که پرتویش چشم آدم را خیره می کرد. چهره گوشت‌آلود شاه به تازگی پهن‌تر و فربه‌تر شده بود. چشمانش که به گوجه می‌مانست در چهره اش فرو رفته بودند. هنوز امین السلطان ننشسته بود که شاه با ناشکیبایی فرمان داد: آقای صدر اعظم گزارش بده، ما می‌خواهیم از آخرین اخبار آگاه شویم. پیش از آن که به جواب امین السلطان توجه کنیم لازم است از سرشت سیاسی این مرد پلید که دشمن سرسخت جنبش آزادی بود شمعی یادآوری کنیم. وی هنگام پادشاهی مرحوم مظفرالدین شاه در مقام نخست وزیری بود و در اثر خوشخدمتی به دربار به دریافت لقب عالی یعنی شخص اول مملکت نائل آمد. اما همین که جنبش انقلابی آغاز گردید ناگزیر شد که از ایران فرار کند. هنگامی که محمد علی شاه قصد کرد که مشروطیت را لغو کند نیازمند به صدر اعظمی بود که بتواند نظریاتش را به پای کار آورد و بنابراین نخستین بار به یاد امین السلطان افتاد. دوباره وی را به تهران فراخوان به مقام صدارت اعظمی گماشت. او به محض تحصیل صدارت در مجلس حضور یافت و در حضور نمایندگان سوگند وفاداری به مشروطیت را یاد کرد. محرمانه از ستمگری های مرتجعان چشم پوشید و تمام نیروی خود را برای کوبیدن مردم متمرکز کرد. امین السلطان با نگرانی سرش را به زیر انداخت و گفت: دنیای کتاب صوتی. Thank you.